سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حمله تند و جنجالی مجتبی پوربخش، مجری سابق صدا و سیما، به مجده لواسانی، با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. مجتبی پوربخش، مجری برکنار شده صدا و سیما که هم مجری بوده، هم تهیه کننده بوده و هم فیلمساز، که در ماه‌های گذشته و طی اعتراضات سراسری از صدا و سیما اخراج شد. پوربخش فعالیت خودش رو از باشگاه خبرنگاران جوان شروع کرد. توی سال 82 برنامه گیلان ما رو اجرا کرد و از سال 91 به دعوت پیمان یوسفی و مزدک میرزایی برای همکاری توی برنامه تخصصی لیگ دست اول به عنوان مجری و تهیه کننده همکاری خودش رو با شبکه ورزش صدا و سیما شروع کرد. اون همچنین از اعضای تیم فوتبال ستارگان هنر ایرانه. پوربخش توی سال 98 فیلم کوتاهی با عنوان خداحافظ المپیک رو با بازی رامین راستاد و طاهره عموزاده کارگردانی کرده که داستان دختر قایقرانی رو نشون میده که در راه رسیدن به المپیک چه مشکلاتی بر سر راهش قرار میگیره. همچنین برنامه نوروز فوتبالی به تهیه کنندگی مجتبی پوربخش یکی از برنامه‌های شبکه ورزش توی نوروز 97 بود که خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت. علی عسگری رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مجتبی پوربخش تهیه کننده گیلانی برنامه نوروز فوتبالی شبکه ورزش توی مراسم اختتامیه جشنواره مردمی برنامه‌های نوروز تقدیر و قدردانی کرد. نوروز فوتبالی از اولین روز سال 97 توی 13 قسمت و هر روز توی دو نوبت به شکل زنده و بازپخش روی آنتن شبکه ورزش می‌رفت. هدف این برنامه انتخاب برترین‌های فوتبال ایران توی پست‌های مختلف بود که در نهایت با رأی مردم انتخاب و معرفی شدند. توی 11 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران، مجتبی پوربخش با برنامه فوتبال 1 بالاتر از عادل فردوسی پور عنوان بهترین تهیه کننده ورزشی رو به خودش اختصاص داد. اما مجتبی پوربخش در جریان خیزش 1401 و اعتراضات سراسری بعد از کشته شدن مهسا امینی از معترضان و از مردم هموطنش حمایت کرد. بعد از بازجویی توسط وزارت اطلاعات به دلیل حمایت از معترضان و صدای مردم بودن، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اخراج شد. پیشتر پوربخش توی تیر ماه 1401 توی صفحه اینستاگرامیش خبر از ابتلای خودش به سرطان خون داده بود. بعد از اخراج شدنش از صدا و سیما دچار مشکلات مالی شدیدی شد، تا جایی که توی توییترش عکسی رو از 206 مشکیش منتشر کرد و اونو برای فروش گذاشت. نوشت: پدرم به هم یاد داد شرف رو ارزون نفروشم، دستم رو جلوی نامرد دراز نکنم. ماشین زیر پامو گذاشتم برای فروش، اما شرف و شعورم رو حراج نمی کنم. روزای خوب ما هم میرسه، شک ندارم. و حرفهای تند و جنجالی رو همچنان در اینستاگرام و توییترش میزنه. با انتشار قسمتی از حرفهای تند حسن عباسی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی که به همه بد و بیراه میگن، که گفته توی صف اول این فتنه سلبریتی‌های ملعون فوتبال و سینما هستند، این اختشاشات فقط در برخورد با این عوامل صهیونیستی جمع می‌شود. مجتبی پوربخش نوشته: دقیقاً فتنه شما و همفکرات هستن که مملکت رو توی این مسیر انداختید. اونقدر خودی و غیر خودی کردید، حتی تحمل شنیدن یه نقد ساده مردم رو ندارید و خودتونم شهامت گفتن و دیدن بدبختی مردم رو ندارید. هر کس هم مثل شما فکر نکنه میشه صهیونیستی. و در آستانه مسابقات جام جهانی قطر که ایران هم توی اون شرکت داشت، نوشت: دیروز پیشنهاد اجرای 30 تا برنامه تو ایام جام جهانی با یه رقم خیلی خوب رو رد کردم، فقط به خاطر اینکه اپلیکیشنش گاهی تو گوشی ملت شیطونی میکنه. یه پیشکسوت فوتبال با همون رقم قبول کرده مجری بشه. برنامه 100 میلیون و جمعاً 3 میلیارد. در توییت دیگه ای نوشت: یه خانواده که بیمار سرطانی داره از کجا باید بیاره؟ خیلی ها درمان رو رها میکنن، چون اگه چنین پولی بخوام بدن بعد چی باید بخورن؟ چجوری اجاره خونه بدن؟ درمانگاه مجهز سرطان افتتاح کردید، دمتونم گرم، ولی داروی سرطانی ارزون نتونیم پیدا کنیم به چه دردی میخوره؟
بعد هم با انتشار این حرف‌های فتح الله زاده که شاکی شده گفته 30 میلیون هوادار داریم ولی 300 میلیون پول واریز شده نوشت بله حاجی تو این اوضاع بدبختی و گرونی که مردم تو تهیه مایحتاج اولیه و روزمره‌شون موندن همین مبلغ هم جمع شده نشان از مرام و معرفت و عشق مردم به تیمشون داره. یه بار به اسم سهام و بورس پول مردمو گرفتن و خوردن و تموم شد، گویا خیلی مزه‌اش رفته زیر زبون دوستان. با انتشار این حرف‌های محمد رضا گلزار که گفته برای مردم دراز بکشید تا از روتون رد بشن، بازم شاکی هستن. نوشت یارو جونشو برای این مردم داده ولی ادعایی نداشته. اون وقت شما منت چی رو سر مردم می‌ذاری؟ مردم خوب می‌فهمن کی پشتشون بوده کی روبروشون آقای رضا گلزار. در توییت دیگه‌ای هم نوشت یارو تمام زندگیش با رانت و رابطه درست شده بدون هیچ استعداد و سابقه‌ای، بعد به منی که 40 روز بیکار و بیپول نشستم خونه با سرطان می‌جنگم میگه بهتر نبود اینجوری رفتار نکنی، مثل بقیه سکوت کن. خب ابله، تو اصلا نمیتونی درک کنی انسانیت چیه. دقیقا منم نمیخوام مثل تو و بقیه لال باشم. در توییت دیگه ای هم نوشت ظلم تا ابد پایدار نیست و روزی ظالمان عالم پاسخگوی اعمالشون میشن. فکر کن میخوای اون روز تو کدوم سمت داستان باشی؟ در پاسخ به حرف‌های عجیب و غریب مصطفی میرسلیم نماینده مجلس که همیشه حواشی درست می‌کنه و حرف‌های جنجالی می‌زنه که گفته یکی از عوامل مؤثر بر کاهش تلفات جاده‌ای به ویژه در نوروز می‌تونه سهمیه بندی باشه که به علاوه باعث کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی توی به هدر دادن سرمایه میهنی میشه. مشتبه پوربخش در پاسخ بهش نوشت راستش بهترین راه که میتونست آزاد کردن واردات خودرو با کیفیت روز دنیا باشه که به لطف حضور شما و دوستاتون توی چندین کارخونه تولید خودرو محکم جلوشو گرفتید و همراه مافیای خودرو دارید کشته شدن مردم رو تماشا میکنید. البته ببخشید یادم نبود نظر مردم براتون اهمیت نداره. در استوری دیگه ای هم نوشت اونهایی که 6 ماه یه خبر نگرفتن ببینن مردیم یا زنده ایم، از کجا میاریم میخوریم، چی کشیدیم چی نکشیدیم و غیره، دیگه الان پیام ندید عیدت مبارک و فرا رسیدن بهار طبیعت و غیره، جمعش کنید خاله بازی هاتونو. آرش سیگارچی مجری وی او ای براش نوشته نکته خوبی رو گفتی آقا مشتبه، اما 10-15 سال پیش که جمهوری اسلامی با دیگران برخورد میکرد شما واکنشی دادی؟ یادت بود؟ پرسیدی ازشون از کجا میارین چی میکشید؟ کاش این چرخه از همینجا متوقف بشه و همه به یاد هم باشیم. مشتبه پوربخش در پاسخش نوشت آرش عزیزم، من همیشه پای دوستانم موندم، تاوانشم دادم و میدم، از کسی هم طلب ندارم، فقط اشاره کردم که نارفیق‌ها دیگه پیام‌های کپی شده برام نفرستن چون الان میدونم کیا رفیق واقعیم بودن. اگر در زمان شما دوستان اصلاح طلبتون پای شما نموندن حق دارید ازشون گله کنید. بعد هم توییتی منتشر کرد با این عکس از ایرج ملکی کارگردان پرحاشیه و نوشت به خدا این آنتن روزی حرمت داشت، ایرج ملکی طنز پرداز. که مجده لواسانی مجری صدا و سیما این استوری مشتبه پوربخش رو منتشر کرد و نوشت دوستان یه جوری دارن در مورد ایرج ملکی روی آنتن وا مصیبت ها سر میدن که گویا ایرج ملکی اولین باره که اومده تلویزیون، گویی جوکر نرفته بوده، هزار تا برنامه تلویزیونی دیگه سالها قبل نرفته بوده، گویی تحویل سالهای قبل کچلیک و فلان آدم فضای مجازی و اون یکی شاخ اینستاگرام به تلویزیون نیومده بوده و همه اینها پدیده امسال تلویزیون بودن، کاش اون موقع هم نقد میکردید که میشد باورتون کرد. مشتبه پوربخش در پاسخ به مجده لواسانی نوشته ضمناً چرا به شما برخورده؟ شما صاحب برنامه یا تهیه کننده برنامه هستی که مزخرف بودن میهمان برنامه رو داری ماله میکشی؟ بعد 6 ماه سکوت به نظرم موضوعات بهتری رو انتخاب کنید برای دیده شدن، مثلا در باب شیطون بلا. در استوری دیگه هم با انتشار استوری از مجده لواسانی که مثلا خواسته به شرایط این روزهای جامعه اشاره کنه و گفته من حتی در روزهایی که حالم با خودم خوب نبود میخواستم حال تو را خوب کنم. مشتبه پوربخش در پاسخ به اون نوشت خانم وقتی قبول کردی برنامه شب عید اجرا کنی و پولشو بگیری دیگه ادای حال بدا رو در نیار لطفا، مردم خیلی باهوشتر از چیزی هستن که شما فکر میکنید. مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.